تو این ویدیو میخوام درباره یه قرص تقویت کننده مو صحبت کنم که جدیدا خیلی مورد استفاده قرار میگیره و اش صحبت میشه این قرص به عنوان یه مکمل غذایی برای بهبود سلامت و رشد موها استفاده میشه در ادامه با من همراه باشین تا این قرص جذاب رو به طور کامل بهتون معرفی کنم و درباره نحوه مصرف، عوارض، معایب، محاسن و تداخلات دارویش براتون توضیح بدم سلام مهدی هستم از کانال دکتر دارو موضوع این ویدیو درباره هیرتامینه که به دلیل خواص تقویت کننده مو مورد توجه قرار گرفته این قرص محصولی از برند هیرتامین ساخت کشور آمریکاست هیرتامین با تغذیه فولیکول های مو از درون عمل میکنه و گردش خون و تو پوست سر تقویت میکنه که باعث میشه موهای قوی و سالم تری داشته باشید این قرص شامل ترکیبات قوی از ویتامین های ضروری مواد معدنی و آنتی است که برای داشتن موهای پرپوش زخیم و بلند لازمه از ترکیبات استفاده شده تو تولید قرص هیرتامین میشه به ویتامین آ که ریشه موها برای رشدشون بهش نیاز دارن ویتامین C که تولید کلاژن تو پوست رو تقویت میکنه ویتامین d که فولیکولای خفته رو به فاز رشد برمیگردونه و به اونا کمک میکنه تا موهای جدید ایجاد کنن ویتامین های گروه B که جز ضروری ترین ویتامین ها برای رشد و تقویت مو، کاهش التهابات پوست سر بیوتین که از موها در برابر خشکی و شکنندگی محافظت میکنه سلنیوم که آسیب رادیکال های آزاد موجود تو محیط و کاهش میده زینک یا روی که علاوه بر جلوگیری از ریزش مو تو بهبود کیفیت و بافت پوست نیز موثر آلوورا که یه مرتوب کننده طبیعیه و از تجمع چربی سر جلوگیری میکنه و فولی کسید و همچنین گیاه دومه اسب رزماری فلفل سیاه فلفل قرمز آرد برنج زردچوبه چوبه گزنه و گیاه باکوپا اشاره کرد هرتامین معمولا به عنوان یه مکمل غذایی مصرف میشه و بهتر اونو به همراه یکی از وعده های غذایی روز مصرفش کرد هرتامین موجب کاهش شکستگی، بهبود زخامت، افزایش خاصیت ارتجایی، جلوگیری از ریزش، افزایش درخشش طبیعی مو میشه و همچنین از دیگر مزایای هرتامین میشه به نتایج بلند مدتش اینکه طبیعی و ایمن فاقد گلوتن، شکر و مواد آلرژیزاست و مهمتر از همه برای همه انواع موها قابل استفاده است اشاره کرد. پس در نتیجه استفاده از هرتامین در برنامه روزانه شما میتونه موهاتون رو از حالت کدر و شکننده به شاداب و قوی تبدیل کنه و با مشکلات مو خداحافظی کنید هرتامین ممکنه برای یه سری افراد عوارض جانبی داشته باشه که معمولا این عوارض شامل مشکلات ای مثل تهوع دل دلدرد اختلالات گوارشی و حساسیت پوستیه که در صورت بروز هر گونه عارضه ناخواسته حتما به پزشکتون اطلاع بدید هیرتامین ممکنه با برخی داروها تداخل داشته باشه بنابراین اگه دارویی مصرف می‌کنید بهتر قبل از شروع مصرف هیرتامین با پزشکتون مشورت کنید تا در مورد تداخلات احتمالی بین هیرتامین و داروهایی که مصرف میکنید آگاه بشین به عنوان مثال داروهای ضد تشنج، آنتی ها، داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد خونریزی و داروهایی که روی سیستم ایمنی تاثیر میذارن ممکنه با هرتامین تداخل داشته باشند. همچنین این نکته را هم اضافه کنم که ممکنه برخی از ترکیبات هرتامین با داروهایی که روی سطح قند خون تاثیر میذارن هم تداخل داشته باشن حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا هرتامین برای همه افراد مناسبه؟ نه باید اینو بدونید که هرتامین یا هر مکمل دیگه‌ای برای همه افراد مناسب نیست. مصرف هر مکمل غذایی باید با توجه به وضعیت سلامتی شخص و نیازهای خاص اون و توسط پزشک تعیین بشه. بعضی از افراد ممکنه به عنوان گروه‌های خاص هرتامین براشون تجویز بشه. مثلا افرادی که موهای ضعیف، شکننده یا آسیب دیده دارن با این حال برخی افراد نمیتونن هرتامین یا هر نوع مکمل دیگه ای رو به خاطر حساسیت به هر یک از مواد موجود تو ترکیبات هرتامین استفاده کنن بنابراین بهتر قبل از شروع مصرف هرتامین با پزشکتون صحبت کنید آیا هرتامین واسه مصرف تو دوران بارداری مناسبه؟ در مورد مصرف هرتامین تو دوران بارداری بهتر پزشکتون تصمیم بگیره هرچند که هرتامین یه مکمل غذاییه و در برخی موارد ممکنه بهبود سلامت موها رو تسریع کنه اما مصرفش تو این دوران باید به دقت و تحت نظر پزشک باشه چون ممکنه تو برخی موارد پزشکتون به شما مکمل هایی با ترکیبات خاص یا توصیه دیگه بده که برای حمایت از سلامت موها و پوستتون و از همه مهمتر سلامتی جنین تو دوران بارداری مناسب تر باشه همچنین همینطور که اشاره شد برخی از ترکیبات موجود تو هرتامین ممکنه با داروهای دیگه تداخل داشته باشه و یا برخی عوارض جانبی تو دوران بارداری براتون ایجاد کنه که برای سلامت سلامتی جنین ضرر داشته باشه خب امیدوارم از نکات گفته شده استفاده کافی رو برده باشید دوستان عزیز وحید داره میگه ازتون بخوام که لطفا همین الان اون دکمه لایک پایین سفر رو بزنید کانالمون هم سابسکرایب و اون زنگوله پایین صفحه رو هم فعال کنید تا ویدیوهای بعدیمونو ازش با خبر بشید ضمنا لینک این ویدیو رو همینطوری که نشون داده میشه برای هر کسی که فکر میکنید مطالبش میتونه براش مفید باشه بفرستید تا اونا هم از مطالبی که گفته شد استفاده کنن اگه سوال نکته انتقاد و یا پیشنهادی دارید که به ما تو بهتر شدن کانال و محتواهامون کمک میکنه حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین خوشحالیم که شماها رو کنار خودمون داریم ویدیوی بعدیمون رو از دست ندید